درود دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه خیلی خیلی خوش اومدین به یک ویدیو دیگه توی این ویدیو قراره که با هم دیگه راجع یکی از مهمترین المان‌های استودیو که خیلی خیلی میتونه کاربردی باشه براتون صحبت بکنیم و اون هم هدفون هستش خیلی از دوستان به من پیام میدن و میپرسن که من چه هدفونی رو میتونم برای استودیوم بخرم که مناسب باشه و بتونمش استفاده کنم و مثلا یه سری میگن که چه هدفونی برای اتاق رکورد خوبه چه هدفونی برای میکس مستر خوبه چه هدفونی برای اینکه بتونم موزیک گوش بدم خوبه و هر چیز شاید به همین من قراره که توی این ویدیو چند تا هدفون خوب بهتون معرفی بکنم و مهمتر از اون این که بهتون بگم که اصلا هدفون هایی که مثلا میگم پشت بسته یا نیمه باز یا به اصطلاح پشت باز و اینها چیا هستن و یه جورایی شناخت بهتری راجع به انواع اقسام هدفون ها پیدا بکنیم تا بتونیم انتخاب درست رو و دقیق تری داشته باشیم خب عزیزان هم که ما میدونیم کلا هدفون ها به سه دسته تقسیم میشن هدفون های پشت بسته پشت باز و نیمه باز یا حالا نیمه بسته فرق نمیکنه هر کدوم از اینا میتونید بگیرید اولین هدفونی که میشه راجبش صحبت کرد هدفون های پشت بسته هستن که معمولا یک سری اتفاقای خوب توشون هست اونم اینه که هدفون پشت بسته یک قابلیت خیلی خیلی خوبی که دارن اینه که خب نشتی صدای بسیار بسیار کمی دارن یعنی تقریبا صفر نشتی صداشون و این قضیه میتونه خیلی خیلی بهتون کمک بکنه که اگر میخواید مثلا یک وکالی زب بکنید یا یک ساز ضبط بکنید و میکروفون جلوتون هستش و میخواین که کمترین نشتی رو از هدفونتون میکروفونتون داشته باشین هدفون پشت بسته بسیار بسیار میتونن مناسب باشن پس میشه چه گرفتش که هدفون پشت بسته میتونن خیلی خیلی مناسب برای ددروم ها باشن برای ضبط در واقع حالا وکال یا ساز و برای جلوگیری از اینکه مثلا بخواد صدای اضافه ای به صورت کلی توی میکروفونتون بیاد خیلی از دوستان از پشت بسته برای کار میکس و مسترینگ هم استفاده میکنن خب خوبه اوکیه ولی کلا هدفون پشت بسته به خاطر اینکه گوش رو در واقع خیلی میگیرن و شما دیگه تقریبا صدای محیط رو خیلی خوب نمیشنوین و میرید کاملا به اصطلاح میگن میرین تو عمق موزیک باعث میشن که بازدهی گوشتون هم, هم میزان کمتر بشه یعنی زودتر خسته میشه با هدفونای پشت بسته به خاطر اینکه تموم فوکس و تمرکز فرکانس ها همه تو همون نقطه هست و شما هیچ در واقع برخلاف هدفون های پشت باز شما هیچ خروجی سیگنال و در واقع دیگه فرکانسی نخواهید داشت و تموم فشار در واقع میاد رو همون گوشاتون که این باعث میشه که خب معمولا بازدهی گوش با هدفون های در واقع پشت بسته یه مقدار بیاد پایین تر ولی اینکه ما نتونیم با این میکس مستر بکنیم اینها نه اصلا چنین چیزی نیست ولی بیشتر از هدفون های پشت بسته برای اتاقهای ددروم و رکوردینگ استفاده میشه خب اما میریم سراغ اون طرف داستان که میرسیم به هدفون های پشت باز هدفون که معمولا پشت باز هستن هدفون هستن که شما وقتی رو گوشتون میزه موزیک گوش میکنین یه بلیدینگ یا بسیار اصطلاح نشریه بسیار بسیار زیادی دارن و یه بخشی از اون فرکانس ها و کلن شدت موسیقی رو از گوشتون از طریق یک سری شیار های یک سری در واقع مسیر هایی که در این کنار هدفون ها وجود داره خارج میکنن که خب بسیار بسیار مناسبن برای کار میکس و کردن چون خب شما توی اتاق کنترل یا اتاق میکس دیگه اونقدر براتون بحث مربوط به نشتی صدا اونقدر اهمیتی نداره دیگه و میتونید براتش استفاده بکنید معمولا خیلی خیلی هم خوبن دیرتر هم معمولا گوش خسته میشه با این مدل هدفون ها و خیلی خیلی میتونن انتخاب مناسب تری باشن برای کار میکس و مسترینگ حالا بین این دوتا تا هدفون یعنی های پشت بسته و هدفون های پشت باز یه هدفون هایی هستن که نیمه باز بهش میگن یا حالا سمی کلوز نیمه بسته خب این هدفون های هستن که یه جورایی خیلی راحت بخوام بگم داستان خر و خورماست دیگه یعنی شما هم یه سری از قابلیت های هدفون پشت دارین توش و هم یه سری از قابلت های پشت‌باز پشت باز خب میزان در واقع نشتی صدا این هدفون ها تقریبا بینابین بین بالانستر اوکی تر هم میتونه تو اتاق میکروم استفاده بشه هم تو اتاق ددروم استفاده بشه ولی خب باید در نظر بگیرید که میزان لول والیوم در واقع یا هم حجم صدای نوازنده یا خواننده که پشت میکروفون هستش رو باید جوری در نظر بگیرید کمتر نشتی رو داشته باشین چون ممکنه که نشتی بده ولی خب یه جورایی دو کاربر است دیگه یعنی میتونید خیلی خیلی ازش استفاده بکنیم و فکر میکنم الان اون ها، های نیمه باز خیلی راحت هم تو بازار پیدا میشن خیلی هم خوبن و من جلوترم هم یه چند تا مورد بهتون پیشنهاد میکنم هم پشت بسته هم پشت باز و نیمه باز که بتونید در واقع اونها رو تهیه بکنید البته بر اساس تجربه شخصی خودم و هدفونایی که خودم تستشون کردم ازشون خیلی راضی بودم خب اولین هدفونی که میخوام بهتون معرفی بکنم یک هدفون پشت بسته AKG K92 که یک هدفون خیلی خیلی مناسب و خوبه با فرکانسی 16 تا 22 هزار هرتز رو داره که نمیشه خیلی اعتناع کرد به اینکه اوکی حالا مثلا چون نوشته 16 تا 22 هزار هرتز پس حتما اینو ساپورت میکنه نه ولی خب این چیزیه که در واقع نوشته شده در مشخصات فنیش و هدفون بسیار بسیار خوب و جذابیه میتونید از استفاده بکنید به عنوان در واقع هدفونی در رکورد رومتون قیمت مناسبی هم داره تنها باگی که شاید داشته باشن این مدل هدفون‌ها معمولاً پوست پوست شدن اون در واقع چرم دورشون یا ابری که در واقع گرفته میشه که میذاید وقتی رو گوشتون و این معمولاً باگ بزرگی که AKG دارن اما اگه یه مدل دیگه بخوام تو معرفی بکنم که نیمه بسته هستش AKG K44 که اونم تقریبا یه پاسو فرکانسی نزدیک به همین داره حالا یه کمی ممکنه کم و زیاد باشه ولی اونم یه هدفون مناسبی که میتونیش استفاده بکنین توی اتاق رکوردتون من خودم دقیقاً همون رو دارم توی استدیو خودم در مورد صدا دهیش میتونم بگم به نظر من بیس اقراق آمیزی داره یعنی میزان صدای لش زیاده ولی خب برای ضبط و رکورد تو دروم اوکی تره دیگه یعنی فکر نمی‌کنم اونقدر اذیتتون بکنه و چون سمی کلوزد هم هستش خب میتونه دو کار استفاده بشه برای هم میکس و همینا که البته واسه میکس هستن, هستن, هستن پیشنهاد نمیکنم. بیشتر برای همون رکورد رو میتونه شده خیلی خیلی مناسبی باشه این در مورد AKG ها و بریم سراغ هدفون که من عاشقشون هستم یعنی بیر داینامیک اول اصلا من از هدفون خودم شروع کنم یعنی بیر داینامیک دی تی 770 پرو 250 او. و یه توضیحاتی بهتون بدم ببینید کلا بیر داینامیک خب یه شرکت آلمانی خیلی, خیلی خیلی خفنه و بسیار بسیار کلا چیزای خفنی هدفون خیلی خیلی, خیلی خفن و کلا ابزارهای صدا برداری خیلی خیلی, خیلی خفنی تولید میکنه به خصوص هدفون و بازه فرکانسی که ساپورت میکنه در واقع دیتی 770 اصلا کلا اکثر بیر داینامیک همینن 5 تا 35 هزار که خیلی خیلی راحت بهتون صداهای اون پایین هم بهتون میده خیلی جالبه و اینکه یه هدفون پشت بسته است یعنی هدفونیه که میتونید در واقعش استفاده بکنید هم تو اتاق رکوردتون و هم برای میکس میشه از استفاده که خودم استفاده میکنم و خیلی خیلی راضی هم. اما خب اون توزیاتی که دارم در نظر بگیرید که پشت بسته خب بازدهی گوشو میاره پایین تر که واقعا اینطور هست یعنی من بعد از مثلا یه رو 20 دقیقه واش کار میکنم بعد که برمیدم احساس میکنم مثلا گوشام دیگه اصلا نمیتونه هیچ لول صداها رو خیلی درک بکنه لول های جزئی رو و اونجا متوجه میشین که کامل بازی گوشتون اومده پایینتر اما یه سوال این وسط پیش میاد که آقا این داستان 250 اوم و نمیدونم 30 اوم چیه ببینید کلا بیر داینامیکا در دو مدل سی اوم و 250 اوم تولید میشن که این اوم ها در واقع همون امپدانس خود در واقع این هدفون ها هست شما اگر یک هدفون سی اوم داشته باشید میتونید خیلی خیلی راحت اون رو به کامپیوترتون لپتاپتون کارساتون وصل کنید و یه لول صدای مناسبی بگیرید اما هدفون هایی که 250 اوم هستن لازمه که حتما یک پری داشته باشن که از طریق اون پری در بهشون کمک بکنه که بتونن اون جزئیات و اون لول صدایی که واقعا در حد توانشون هستش رو بتونم بهتون بدن که من خودم خود 250 اوم میشه دارم پریمپ ولی ندارم یعنی که اشتباهی که من کردم این بود شاید سی و اگه میگرفتم بهتر بود ولی خب دستم بازه دیگه اگه بعد توی پریامپ هدفونم بخوام بگیرم میتونم راحت از اون استفاده بکنم و خیلی خیلی صدای دقیق تر و جزئی تر و در واقع دیتیل بیشتر از موزیک بتونم بشنوم اما مورد دیگه که از خود بیردانک میشه بهش اشاره کرد دی 990 پروه که این پشت بازه یعنی مخصوص انجام کار مربوط به میکس و مسترینگ و خیلی خیلی بهتون کمک میکنه که یعنی کلا من فکر میکنم که بهترین دیتیل صدایی که من تو زندگیم شنیده بودم از این هدفون بوده البته که خیلی خیلی هدفون خفنتری هست میگم برش تجربه خودم چون فقط با همین چند تا هدفون من کار کردم دیتی 990 به من یه بالانس و یه صدای خیلی کوالتی خیلی خیلی خفن و خوبی میداد خب به نسبت قیمت این هدفون هم بیشتره و خیلی خیلی برای میکسوم هم توی گفتم مناسبه میتونید راحت ازش استفاده بکنید دیتیل صدا رو بشنوید پاسو فرکانسیش هم دقیقا مثل همون بیوردان که از 5 تا 35 هرتزه و یه خوبی که داره اینه که خیلی رو گوش راحته یعنی شما حساس اصلا سخت بودن و سنگین بودن نداریم برخلاف قیافش که خیلی ظاهر گنده و توپلی داره به اصطلاح ولی خب خیلی خیلی راحت و خیلی خوبه و بعد از اون بین حالا این هدفون و هدفون در واقع قبلی که بهتون معرفی کردم دی تی 770 و دی تی 990 یه دی تی 880 هم هستش که این یه هدفون در واقع نیمه بسته است یا نیمه بازه به اصطلاح سمی کلوز نیمه بسته و این خیلی خیلی چیز خفن و مناسبیه و من احساس میکنم که بین این تا این میتونه خیلی خیلی انتخاب بهتری باشه براتون چون هم میتونید توی اتاق میکس استفاده کنید هم توی اتاق رکورد و کلا تفکیک صدای خیلی جذاب و خیلی خفنی میده حالا میگم با توجه به این داستان چون من نمیتونم الان نوع استفاده اینا رو بهتون بگم پیشنهاد میکنم که حتما حتما قبل از اینکه هدفون خریداری بکنید برید یه دور بشنوید اینها رو ولی به صورت کلی بخوام خودم پیشنهاد بدم بین تمام اینهایی که معرفی کردم برای اتاق رکوردتون همون از سری AKG رو بهتون معرفی میکنم K44 حتی و برای اتاق میکستون میتونم بهتون 880 یعنی بیر که دیتی 880 رو معرفی کنم یا 770 پرو که من از این دوتا بسیار بسیار مناسبن میتونید ازشون استفاده بکنید و خیلی خیلی کوالیتی خیلی خیلی خوبی بهتون میده ولی باز هم حالا که دانش جزئی در واقع به دست آوردین در مورد هدفون ها حتما باید بیت بشنوید یعنی موقعی که میخواین خریداری کنین ازشون میخوان که یه تست هم بهتون بدن یعنی توی همون ساز فروشی یا حالا هرچی که هستین لوازم حالا استدیو فروشی که هستین حتما ازشون بخواین که یه تست براتون بذارن بتونید بشنوین صداها رو یک قیاسی بکنید چون معمولا قیمت های اینا تقریبا نزدیک به همه نمیگم خیلی ولی معمولا نزدیک به همه و اون که شما چه کاربری از اون هدفون بخوای مهمترین عاملیه که در واقع تعیین کننده است در انتخاب هدفونتون خیلی ممنونم که این ویدیو به درتون خورده باشه بتونید استفاده بکنید و انتخاب های درستری در هدفون ها در انتخاب هدفون داشته باشید و اینکه بهتون کمک کرده باشه که مقداری به دانشتون افزوده شده باشه چقدر سخت صحبت میکنم گاهی <applause> دمتون گرم امیدوارم که موفق باشید اگه دوست داشتین ویدیو من میشه حتما لایکش بکنید چنل رو سابسکرایب بکنید هر سوال هر نظرشون توی کامنت ها برام بنویسین چنل اینستاگرام و تلگرام منو فراموش نکنید که دنبال بکنید و دو تا ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم که میتونید ببینید و ازش بهره ببرید در مورد کارت صدا و اسپیک مانیتورینگ که میتونه بهتون خیلی خیلی کمک بکنه در انتخاب درست در اینها موفق باشید